به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدوار هستم تا پایان ویدیو با ما همراه باشین و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. دوستان عزیز، خبری که به سمع شما رسانیده می شود برگرفته شده از صفحه رسمی دولت همشمول جمهوری اسلامی افغانستان می باشد و تیم کاری جنرال انفو در این مورد کدام نقط نظر ندارند. اعلامیه فوری حکومت همشمول: طبق قوانین و مد نظر گرفتن اولیای کشور مددی سکوت کردیم. جامعه جهانی، ملت و شریف افغانستان شواهد صبر و شکیبایی ما بودند. همانطور که ابراهیم علیه السلام کمر بت را شکست، ما به مدد الله جل جلاله و یاری مردم قهرمان کشور روز شنبه کمر متقلبین را خواهیم شکست. دیگر انتظار در کار نخواهد بود میانجیگری به معنای دشمنی با تیم همشمول است. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس دولت همشمول جمهوری اسلامی افغانستان. سخنگوی عبدالله: تلاش ها برای حل بنبست سیاسی بی نتیجه بودند. ارگ ریاست جمهوری میگوید که در گفتگوها تا کنون باز است و رئیس جمهور خواهان ایجاد یک حکومت همشمول بر بنیاد قانون اساسی است. همزمان با ختم مهلت 5 روزه رئیس جمهور غنی برای تفاهم میان ارگ و سپیدار، سخنگوی عبدالله عبدالله میگوید که تلاش های سیاسیون در این راستا به نتیجه پایان یافتند و آقای عبدالله به زودی طرح حکومتش را عملی خواهد کرد. فریدون خوزون، سخنگوی عبدالله عبدالله، پس از چاشت روز جمعه 22 حمل به طلوع نیوز گفت که در روزهای گذشته چهره های سیاسی همچون محمد کرزی و عبدالرب رسول سیاف برای حل تنش های سیاسی پادرمیانی کردند، اما اشرف غنی انعطاف نشان نداده است و به همین دلیل این تلاش ها بی نتیجه بودند. او افزود: به پیامد این بحران یا نمی فهمند یا خود را آگاه نمی سازند. ما می فهمیم که پیامد این معضل چی خواهد بود، از همین خاطر انعطاف نشان دادیم. اکنون هر نوع وضعیتی که پیش بیاید مسئولیتش به دوش کسانی است که آنها تن نمی دهند. پس از آنکر روند معرفی کابینه از سوی اشرف غنی با انتقاد دسته عبدالله عبدالله روبرو شد، اشرف غنی این روند را برای 5 روز که امروز آخرین مهلت آن بود متوقف کرد و گفت که در این مدت کسی در حکومت گماشتن نخواهد شد. اما شام روز گذشته رئیس جمهور غنی فضل محمود فضلی را به حیث رئیس اداره امور گماشت. با این هم ارگ ریاست جمهوری میگوید که در گفتگوها تا کنون باز است و رئیس جمهور خواهان ایجاد یک حکومت همشمول بر بنیاد قانون اساسی هست. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، گفت: دیدارها با بزرگان سیاسی افغانستان صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در واقع بر بنیاد احکام قانون و چهارچوب قانون اساسی افغانستان به توافقات دست پیدا بکنیم. اما شماری از چهره هایی که در روزهای اخیر با اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار کردند، هر دو را به بی‌پروایی در برابر مردم متهم می سازند. محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا، گفت: متاسفانه که اینها اشرف غنی و عبدالله عبدالله درک نمی کنند. فکر می کنند همه چیز سر جای خود است و نرمال است. به این اساس عواقب بسیار بدی متوجه آینده افغانستان است. از سوی دیگر کسان نزدیک به عبدالرب رسول سیاف میگویند که اگر اشرف غنی و عبدالله عبدالله در این باره انعطاف نشان ندهند، افغانستان با بحرانهای تازه روبرو خواهد شد. داود کلکانی، از نزدیکان عبدالرب رسول سیاف، بیان داشت: لازم است که اختلاف ها را کنار بگذارند و به یک راه حل مناسب برسند تا ما بتوانیم در مقابل تروریسم و هم در مقابل کرونا مبارزه کنیم. بیش از این، نمایندگان ایالات متحده آمریکا
چندین بار برای حل اختلاف ها با عبدالله و اشرف غنی دیدار کردند که دیدارهایشان بی نتیجه بود. در آخرین مورد وزیر خارجه آمریکا از کاهش 1 میلیارد دلاری کمک ها و افغانستان و نیز بیرون کردن تمامی سربازانش از افغانستان هشدار داده است. همچنان یک خبر دیگر، رایزنی ها میان ارک و سپیدار تا کنون بی نتیجه بودن. پس از چاشت امروز، رئیس جمهور فضل محمود فضلی را به حیث رئیس عمومی اداره امور تعیین کرد. سخنگوی عبدالله می گوید که رایزنی ها برای پایان یافتن تنش های به میان آمده پس از انتخابات میان اشرف غنی و عبدالله تا کنون بی نتیجه بودن. فریدون خوزون یکی از سخنگویان عبدالله میگوید که اگر تا پایان مهلت تعیین شده طرح عبدالله از سوی ریاست جمهوری پذیرفته نشود، حکومت همشمول کابینه اش را اعلام خواهد کرد. در این باره افزود هرگاه رایزنی ها یک نتیجه ملموسی نداشته باشد، اقداماتی را که ما انجام دادیم و سر آن فکر کردیم، آن را نهایی کردیم، آن را عملی هم میکنیم. فرصت 5 روزه ریاست جمهوری برای حل تنش های به میان آمده پس از انتخابات میان عبدالله و اشرف غنی داده است. فردا جمعه 22 حمل پایان می‌یابد. ریاست جمهوری 4 روز پیش اعلام کرد که رئیس جمهور غنی روند معرفی کابینه را برای 5 روز متوقف کرده است تا در این مدت درباره تنش ها رایزنی شود. اما پس از آن رئیس جمهور غنی در فرمان فضل محمود فضلی را به حیث رئیس عمومی اداره امور تعیین کرد. ریاست جمهوری تاکید دارد که اگر تنش ها حل نشوند معرفی اعضای کابینه ادامه خواهند یافت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره گفت خواسته هایی که معقول باشند حکومت در انتظارشان است. ما به این ادامه می دهیم و به این باور هستیم که اختلاف ها از راه مذاکره حل می شود. عبدالله در طرح پیشنهادیش برای جمهور برداشتن نقش اجرایی در حکومت، رهبری شورای وزیران و باطل اعلام شدن نتیجه انتخابات تاکید کرده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی تاکید دارد که با تنش ها از راه گفتگوها پایان یابند. باید دیگر احساس مسئولیت کنیم. اگر تا حالا نکردیم، بعد از این خطر را درک کنیم و از خواست ها و خودخواهی خود بگذریم. حس مالکیت را به همه مردم افغانستان بدهیم. حس صلح را به همه مردم بدهیم. در همین حال چهره های سیاسی همچون نزدیکان حامد کرزی برای پایان دادن به بحران سیاسی میانجیگری میکنند. امیدوارند تنش های سیاسی این دو رهبر به زودی از میان برداشته شود. شهزاده مسعود از چهره های نزدیک به حامد کرزی گفت امیدوار استیم که نظر به شرایط کنونی افغانستان هر دو دکتر صاحب وضعیت را درک کنند و به تفاهم ملی برسند و درازا کشیدن بحران به میان آمده سیاسی سبب شده است تا جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده نیز فشارهایشان را بر حکومت افغانستان بیشتر کنند. ایالات متحده هشدار داده است که اگر اشرف غنی و عبدالله به اختلاف هایشان پایان ندهند، واشنگتن افزون بر قطع 1 میلیارد دلار کمک هایش به افغانستان تمامی سربازان آمریکایی را از این کشور بیرون خواهد ساخت. طرح عبدالله برای پایان دادن بحران سیاسی در کشور. ریاست جمهوری میگوید که برای حل بحران سیاسی گفتگوها جریان دارد. سخنگوی عبدالله میگوید تا هنگامی که رئیس جمهور غنی طرح آقای عبدالله را از بهر ایجاد ریاست اجرایی و یا باطل شدن نتایج اعلام شده انتخابات را نپذیرفت، بحران سیاسی در کشور پایان نخواهد یافت. فریدون خوزون سخنگوی عبدالله میگوید که آقای غنی باید برای از میان برداشتن بحران سیاسی انعطاف پذیر باشد. او افزود ساختار بسازیم که به تمام طرف ها قابل قبول باشد. یک پست اجرایی باید باشد که در کنار ریاست جمهوری تا همه طرف ها در آن دخیل باشند. این که فکر میکنن یک طرف ریاست جمهوری یک اتازی باشد، دیکتاتوری باشد، طرف های دیگر بروند به یک حالتی که طرف مقابل آن را پیش بینی میکند قابل قبول نیست.
دوستان نهایت گرامی سپاسگزار هستم از این که تا این دم با ما بودین. تا دیدار بعد، الله یار و مددگار همه تان باد.